سلام دوشنبه 27 شهریور 91 17 سپتامبر 2012 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه آقای عزیز جعفری فرمانده کل سپاه صحبت کرده و گفته که مسئله برخورد با اخلالگران ارز رو هم دولت به سپاه واگذار کرده بنابراین باید انتظار داشت که یک باب فساد جدید و چاق و چله هم برای سپاه درست بشه چون ارز چند نرخ است و اون وقت میتواند از دولت و بانک مرکزی ارز رو بگیره و از شبکه هایی که داره در بازار آزاد بفروشه دلار دیروز از مرز 2470 تومان گذشت که البته با احتساب سقوط جهانی دلار در مقابل ارزهای دیگه میشه گفت دوره برای همون 2600 700 تومنه قبل از تعطیلات چند روز گذشته است آقای عزیز جعفری همینطور به گردن گرفت بالاخره که نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان حضور داره ولی ایشون گفت این حضور به منزله حضور نظامی نیست ما کمک فکری میکنیم معلوم نیست یک سازمان نظامی یک بخش نظامی مثل نیروی قدس وقتی حضور داره مهم نیست که کف خیابون هم آیا اسلحه دستش باشه یا نباشه این حضور در واقع طبق تعریف حضور نظامی های سپاهه حال ایشون گفته هر جا نهزت های آزادی بخش باشه ما هستیم گویی که در سوریه این مردم بیگناه که کشته میشند دنبال آزادی نیستند و آقای بشار اسد نهزت آزادی بخشه همینطور آقای عزیز جعفری انفجار ملارد کرج رو هم بالاخره پذیرفت و اعلام کرد که اونجا مرکز سوخت جامد موشک بوده اما این انفجار بزرگ اخلال ایجاد نکرده و فقط شش ماه پروژه رو کنتر کرد بر صورت وقتی که سال گذشته این انفجار بزرگ اتفاق افتاد خیلی منابع مستقل خبری تاکید کردند که بیش از 100 تن سوخت جامد سپاه و انباری که اونجا داشته از بین رفته و قبل از اون هم مقر موشک های شهاب سپاه در لرستان منفجر شده بود نکته دوم اینکه در 24 ساعت گذشته دست کم 52 نفر دیگه در سوریه کشته شدند ارتش آزاد سوریه اعلام کرده که بیش از 80 درصد شهر حلب رو آزاد کرده منطقه صلاح الدین که مهمترین منطقه حلب هست رو اعلام کرده توانسته به کنترل خودش در بیاره در بمباران هواپیماهای ارتش سوریه در جنوب دمشق دهها کشته به جا گذاشته اشپیگل آلمان خبر داده از اینکه سوریه سلاح‌های شیمیاییش رو با کمک افسران ایرانی آزمایش کرده آقای صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم آزم مصر شد تا اجلاس چهار جانبه به همراه وزرای خارجه ترکیه و مصر و قای مقام وزیر خارجه عربستان در اونجا در مورد بحث سوریه تشکیل بشه قرار است اخزر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل هم در بخشی از جلسه حضور داشته باشه ظاهرا مصری ها احتمالاً به همراه عربستان و ترکیه به ایران فشار میارند که آقای بشار اسد رو وادار کنند از قدرت کنار بره در عوض به او پناه بدن و مسائلی که این چند روز گذشته مطرح شده نکته سوم اینکه منصور آروند در مهاباد به جرم محاربه که ناشی از همکاری با گروه های مخالف کرد هستش به اعدام محکوم شده طی چند روز گذشته این دومین نفری است که به اعدام محکوم شده سامان نسیم هم همین چند روز پیش در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر هم پنج سال حبس تعذیری اون هم در تبعید زندان زابل براش توسط دادگاه تجدید نظر به تایید رسیده نکته چهارم این که آقای علی متحرین نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی صحبت کرده از اینکه قوه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد مرتبط با مقامات ارشد دولت احمدی نژاد استقلال نداره قبلا هم مطرح شده بود که با دخالت آقای خامنه ای اطرافی های درجه اول احمدی نژاد که ده پرونده دارند در, در مسئولیت قضایی به سر میبرند هفتاد و پنج روز از پایان دادگاه بیمه ایران گذشته اما هنوز حکم صادر نشده چرا که متهم اصلی پرونده آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاده که آقای خامنه ای ظاهرا جلوی صدور حکم رو گرفته علی اکبر حیدری فر قاضی کهریزک و یکی از متهمین جنایت در کهریزک همراه آقای مرتضوی و دیگران که به دلیل تیراندازی در یک پمپ بنزین در اصفهان هم دستگیر شده بود آزاد شد خود آقای مرتضوی هم که جنجال بر سر مسئولیتش در صندوق تامین اجتماعی بالا گرفته بود توسط بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری سرانجام با کلاه شرعی که دولت درست کرد ظاهرا حکم دیوان عدالت اداری تمکین شد از صندوق تامین اجتماعی کنار گذاشته شد ولی در مسئولیت سازمان تامین اجتماعی که بالا سر او قرار داره ابقا شد و به این ترتیب همون کار رو انجام میده فرماندار بندراباس هم خبر داده از اینکه یک خط لوله به طول ده کیلومتر برای قاچاق سوخت از راه دریا از روستای گچین در استان هرمزگان به تا لب دریا کشف شده قاعدتا کشیدن ده کیلومتر خط لوله نباید کار قاچاقچیان غیر وابسته و مرتبط با بخشای از حکومت باشه نکته پنجم اینکه آقای احمدی نژاد دفترش اعلام کرده که سی و یک شهریور به نیویورک خواهد رفت با و به همون هتل واری که سال گذشته هم رفته بود احتمالا خواهد رفت سایت الف پارسال نوشته بود که احمدی نژاد با صد نفر همراه که در بین اونها همسر و فرزند و داماد و عروس و نوش هم بودن به نیویورک رفته بود احتمالا امسال هم ایشون با یک لشکر میاد و مثل سال گذشته یک طبقه کامل هتل طبقه 18 هم رو با هزینه کردن میلیون ها دلار به در اختیار خواهند گرفت یک مجروح بمبگذاری انتحاری در اسرائیل در سال 97 علیه هتل واریک شکایت کرده به حال کمپین نی هم در نیویورک در جریانه تا این هتل رو وادار کنند که به احمدی جا نده به این ترتیب آقای احمدی نژاد در هفت سال گذشته که رئیس دولت بوده هر هفت سال رو به نیویورک اومده با یک لشکر آدم و امسال هم بیاد هشتمین سال هیچ سالی رو ایشون از دست نداده آقای اسدالله اسکرولادی هم که به سلطان صادرات خوشبار معروفه در صحبت تلویزیونی به شدت به دولت حمله کرده گفته مسئولین دولت تا 11 صبح خوابن نرخ ارز رو دوبه معلوم میکنه من گفته خیلی بحران دیدم ولی این بحران جدیدترین بحرانی است که دیده میشه و به هر حرفایی رو که در انتقاد از دولت زده باعث آشفتگی و عصبانی شدن بسیاری از مسئولین و وزرای دولت احمدی نژاد نکته ششم این که ساندی تایمز دیروز خبر داد از اینکه مانور دریایی 25 کشور با هدایت امریکا برای حمایت از تنگه هرمز از دیروز آغاز شد و دوازده روز طول خواهد کشید سه ناو هواپیمابر امریکا کشورهای فرانسه بریتانیا عربستان امارات و چندین کشور دیگه در این مانور شرکت دارند و نکته آخر که آقای حسن نزیح از حقوقدانان با سابقه مبارز قدیمی و ملی روز گذشته فوت کرد او اولین وزیر نفت در کابینه آقای مهندس بازرگان بود و نکته دیگه این که عکسی از کابینه آقای رجایی منتشر شده که در اون مهندس موسوی رو که ابتدا مسئولیت وزارت خارجه رو داشت از عکس حذف کردن عین اون کارهایی که کشورهای کمونیستی میکردن در دوره استالین و سعی در تحریف تاریخ داشتن برداشتن عکس یک نفر داستان معروف کلاه کلمنتیس رو به یاد میاره که در جمهوری چکسلواکی در چکسلواکی کمونیستی کلمنتیس کلاه خودش رو به سر نخست وزیر گذاشته بود در یک به جلسه عمومی در یک سخنرانی عمومی چون او یخ کرده بود بعدا مغذوب شد و کلمنتیس رو حس کردن از عکس هم حس کردن اما در اون عکس اون کلاه بر سر رئیس دولت باقی مانده بود و این لغت به اصطلاح لغت بسیار شناخته شده است که در مواردی شبیه این به عنوان کلاه کلمنتیس به کار میره به هر حال حکومت جمهوری اسلامی هم از اونجا که با ساختار خودش خیلی خیلی شبیه حکومت های کمونیستی اصرار داره تمام کارها و خطاکاری و اشتباه های اونها رو تکرار بکنه برداشتن عکس آقای موسوی یک کلاه کلمنتیس است که دل الحمدلله این یکی رو هم آشکارا و علانیه مرتکب شدن دندکی سحر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و طرف باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی